من واقعا شگفت زده هستم امروز که آنچه که آقای ترامپ انجام داده مطلقا نمیتوان آن رو در کتگوری تحریم هوشمند قرارش بدم. ببین تمام ادعای آمریکا این بوده که ما تحریم‌هامون هوشمند هستش، آسیب به مردم نمیخوایم برسونیم. خب ببینید، به نظر من امروز به بیان تعبیر ساده خودمونی یک بول بزرگ داد آقای ترامپ به همه طرفداران آقای خامنه‌ای، حتی به شیعیانی که طرفدار آقای خامنه‌ای نیستن، که رفتار شما رفتار هوشمندی نیست. یه مثال بزنم، نگاه کنید، فرض کنید که در اون حادثه کشتار مسلمانان روهینگیا دفتر آقای خامنه‌ای آمده به اون مسلمانان اونجا کمک کرده، یا اقصا نقاط دنیا. همین الان بر اساس این تحریم دیگه نمیتونه این کمک انسان دوستانه رو انجام بده. کلیت دفتر رهبری رو تحت تحریم قرار دادن. این عمل یک اشتباه فاحش هستش، حتی چون رفته روی قسمت مرجعیت ایشون هم دست گذاشته. حالا فارغ از این که شما ایشون رو مرجع بدانید یا ندانید، اما به هر حال این یه واقعیتیه که ببینید الان مثلا وجوهات فطریه بخشی برخی مردم وجوهات فطریه خودشون رو میریزن به این حساب، یا از کشورهای دیگه میخوان به حساب ایشون پرداخت بکنن. همه اینها مسدود میشه به دلیل اینکه شما دعوای سیاسی بین دو کشور وجود داره، شما مرجعیت رو هم وارد کرد. یکی از دیپلمات‌های پیشین آقای حسین علیزاده آمده و حرفی زده قابل توجه، و کمک‌های دیگری هم ما داریم. کمک‌ها به حزب الله داریم، به حماس داریم، به آرژانتین داریم، انفجارهایی که پیش اومده، کمک‌هایی برای بریدن سرهای شاپور بختیار و بقیه داریم در این ور اون ور، و جاهای دیگه بمب‌گذاری‌هایی داریم در جاهای مختلف، در مرکز سربازان آمریکایی، در بیروت، در خبر عربستان و در خیلی جاهای دیگه. این کمک‌ها قطع میشه. و بعد نکته مهم دیگه ای که این دیپلمات ولایت مدار پیشین اشاره میکنه این هست که خمس و زکات رو خمس و چه باید کرد، مرجعیت ایشون رو هم تحریم کردن. حالا اینکه کی مرجعیت رو آورده در حوزه سیاست، خب لابد مسئولش هم ترامپ هست. و بعدم خمس و راه دیگه هم نیست، به یک روحانی دیگه اگر قراره به این خمسی داده بشه به روحانی دیگه ای داده بشه. و بعدم این 95 میلیاردی که قطعا الان بیشتر شده مورد تحریم قرار گرفته، الان دیگه خمس اینو قراره به کی بدن. بعد این کاری که ترامپ کرده از نظر این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، خب قطعا کاریست که مشکلاتی رو به وجود آورده در بابت به خصوص خمس، و به خصوص شیخ حسن نصرالله و بقیه که موندن در این ورا اون پر.